واقعی باشید. وارن ویرزبی. نقاب خود را دور افکنید و نگاهی واقع بینانه به محبت و زندگی درست بیندازید در عصری که چیز کمی از این دو می داند. فصل دوم، گفتار و رفتار. اول یوحنا باب 1 آیه 5 تا باب 2 آیه 6. هر شکلی از زندگی و هر موجود زنده‌ای دشمنان خاص خود را دارد. حشرات باید مراقب پرندگان گرسنه باشند و پرندگان نیز باید مواظب باشند به چنگال گربه‌ها و سگ‌های گرسنه گرفتار نشوند. حتی انسان‌ها هم باید از تصادف با ماشین‌ها بگریزند و با انواع میکروب‌ها مبارزه کنند. زندگی واقعی نیز دشمنی دارد و ما در این بخش به این دشمن می‌پردازیم. دشمن زندگی واقعی گناه است. یوحنا در این آیات 9 بار کلمه گناه را ذکر می‌کند و به همین دلیل به روشنی پیداست که موضوع گناه مسئله کم اهمیتی نیست. یوحنا تعمق خود را با مقایسه بین نور و تاریکی به تصویر کشیده است. خدا نور است و گناه تاریکی. ولی در همین بخش مقایسه دیگری نیز به چشم می‌خورد، یعنی تضاد بین گفتار و رفتار. یوحنا 4 بار نوشته است اگر گوییم یا کسی که گوید. بدیهی است که معیار زندگی مسیحی گفتار صرف نیست، بلکه باید به آنچه ایمان داریم رفتار نماییم یا زندگی کنیم. اگر در مشارکت با خدا هستیم، یعنی اگر در نور راه می رویم، زندگی ما بازتاب چیزی خواهد بود که بر زبان می آوریم. ولی اگر در گناه زیست می کنیم، یعنی اگر در ظلمت راه می رویم، آنگاه زندگی ما با چیزی که بر زبان می آوریم متناقض خواهد بود و همین ما را ریاکار می سازد. عهد جدید زندگی مسیحی را راه رفتن یا سلوک می نامد و با قدمی از روی ایمان آغاز می شود که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود می پذیریم. ولی نجات پایان کار نیست، بلکه تنها شروع زندگی روحانی است. راه رفتن مستلزم پیشرفت است و مسیحیان باید در زندگی روحانی همواره رو به سوی رشد و پیشرفت باشند. درست مانند کودکی که باید راه رفتن را یاد بگیرد و در این راه بر مشکلات زیادی پیروز شود. شخص مسیحی نیز باید یاد بگیرد که در نور سلوک نماید و بزرگترین مشکل موجود در این راه گناه است. البته گناه فقط نافرمانی ظاهری نیست، بلکه بالاتر از آن است. اشتیاق یا طغیانی درونی است. برای مثال یوحنا در همین نامه در مورد شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی که تماماً امور گناه‌آلود هستند به ما هشدار می‌دهد. پس گناه تخطی از شریعت یا به عبارت ساده‌تر بی‌قانونی است. گناه یعنی سرباز زدن از اطاعت و تسلیم نسبت به شریعت خدا و بی‌قانونی یا مستقل بودن از قانون جوهره اصلی گناه است. اگر ایمانداری تصمیم بگیرد مستقل زندگی کند، چگونه میتواند در مشارکت با خدا قدم بردارد؟ آیا دو نفر با هم راه میروند جز آنکه متفق شده باشند؟ کتاب مقدس نه در عهد عتیق و نه در عهد جدید بر گناهان مقدسین سرپوش نگذاشته است. ابراهیم در هنگام فرار از قحطی در ایمان خود ضعیف شده به مصر رفت و به فرعون مصر دروغ گفت. سپس وی که سرسلسله پدران قوم برگزیده بود، سعی کرد از طریق ازدواج با هاجر و داشتن پسری از نسل خود خدا را در انجام نقشه‌هایش کمک کند. در هر صورت خدا گناه او را بخشید، اما ابراهیم آنچه را کاشته بود دروید. خدا میتواند و میخواهد سوابق گذشته را پاک کند، ولی در نظر ندارد پیامدهای رفتار انسان را عوض کند. بالاخره به قول معروف هر که خربزه میخورد باید پای لرزش هم بنشیند. پتروس در شب دستگیری عیسی در باغ جتسیمانی میخواست انسانی را بکشد و همان شب نیز 3 مرتبه خداوند را انکار کرد. شیطان دروغگو و قاتل است و پتروس به درستی آلت دست او شده بود. مسیح البته پتروس را بخشید، ولی رفتار پتروس شهادت او را به شدت خدشه‌دار نمود و مانع کار خداوند شد.
این واقعیت که مسیحیان مرتکب گناه می شوند بسیاری از مردم مخصوصا مسیحیان نو ایمان را آزار می دهد. آنان فراموش می کنند که پذیرفتن طبیعت تازه باعث از بین رفتن طبیعت کهنه‌ای که در آن به دنیا آمدند نمی شود. طبیعت کهنه که ریشه در تولد جسمانی ما دارد بر ضد طبیعت جدیدی که هنگام تولد تازه می یابیم می جنگد. نه انضباط شخصی و نه مجموعه قوانین و مقررات بشری هیچ کدام نمی تواند این طبیعت کهنه را کنترل کنند. تنها روح مقدس خداوند می تواند ما را قادر سازد که طبیعت کهنه را بکشیم و تنها او قادر است از طریق طبیعت تازه در ما ثمرات روحانی به وجود آورد. اشاره به گناهان مقدسین در کتاب مقدس نه به خاطر دل سرد کردن ما بلکه فقط به جهت هشدار به ماست. یکی از اعضای کلیسا با عصبانیت به شبان گفت: چرا این همه در مورد گناه برای ما مسیحیان موعظه می کنید؟ بالاخره هر چه باشد گناه در زندگی مسیحی با گناه در زندگی شخص بی ایمان نجات نیافته متفاوت است. شبان در جواب گفت: بله، حق با شماست، چون که گناه در زندگی شخص مسیحی بسیار بدتر است. بنابراین اگر می‌خواهیم از زندگی واقعی بهره‌مند شویم، باید با گناهان خود روبرو گردیم. یوحنای رسول در این بخش سه راه روبرو شدن با گناه را به ما نشان می‌دهد. راه اول، می‌توانیم در جهت پوشاندن گناهان خود تلاش کنیم. خدا نور است و هیچ ظلمت در وی هرگز نیست. وقتی نجات یافتیم، خدا ما را از تاریکی به نور خود فراخواند. ما فرزندان نور هستیم. خطاکاران از روشنایی نفرت دارند. وقتی نور میتابد، ذات واقعی ما را آشکار میکند. از نور زندگی، رشد و زیبایی به وجود میآید، ولی گناه تاریکی است و ممکن نیست که نور و تاریکی با هم در یک جا باشند. اگر در نور راه میرویم، جایی برای تاریکی نمیماند و اگر در گناه زندگی میکنیم، آنگاه جایی برای نور نمیماند. هیچ حد وسطی وجود ندارد. مسیحیان چگونه میتوانند گناهان خود را بپوشانند؟ با دروغ پردازی و دروغ گویی. ابتدا به دیگران دروغ میگوییم. دوست داریم دوستان مسیحی ما را شخصی روحانی بدانند، پس در مورد زندگیمان به آنها دروغ میگوییم و سعی میکنیم تأثیر مطلوبی بر آنها بگذاریم. میخواهیم دوستانمان فکر کنند که ما در نور ساکن هستیم، هرچند در واقع در تاریکی هستیم. وقتی شخصی شروع به گفتن دروغ به دیگران میکند، دیر یا زود به خودش نیز دروغ میگوید. بحث ما نیز در همین مورد است. در اینجا مسئله اصلی نه گمراه کردن دیگران، بلکه فریب دادن خودمان است. ممکن است شخص ایمانداری در گناه زندگی کند و در این حال خود را متقاعد سازد که هیچ نقصی در رابطه‌اش با خداوند وجود ندارد. شاید نمونه قدیمی چنین شخصی داوود پادشاه باشد. نخست داوود با نظر شهوت‌انگیز به بتشبع نگاه کرد، سپس عملاً مرتکب زنا شد و در ادامه به جای اقرار صریح به آنچه انجام داده بود، سعی کرد گناه خود را پنهان کند. تلاش کرد شوهر بتشبع را فریب دهد، او را مست نمود و سپس او را به کشتن داد. داوود به خودش دروغ گفت و کوشید وظایف پادشاهی خود را همچنان به روال معمول ادامه دهد. وقتی ناتان نبی دربار پادشاه داوود را با وضعیتی ریاکارانه مثل وضعیت خودش روبرو کرد، او حکم به محکومیت دیگری داد و اصلاً نسبت به خودش احساس مجرمیت نداشت. وقتی شروع به گفتن دروغ به دیگران می‌کنیم، احتمالاً طولی نمی‌کشد که دروغ خود را باور می‌کنیم. در ادامه تنزل روحانی حتی از این هم وخیم‌تر می‌شود و در قدم بعد سعی می‌کنیم به خدا دروغ بگوییم. ما خود را دروغگو کرده ایم و حال می‌کوشیم که خدا را نیز دروغگو سازیم. با کلام او که گفته است همه گناه کردن مخالفت می‌کنیم و می‌گوییم ما از این قانون مستثنا هستیم. کلام خدا را در مورد دیگران به کار می‌بریم، ولی آن را در مورد خودمان انکار می‌کنیم. بر نیمکت‌های کلیسا یا در جلسات مطالعه کتاب مقدس می‌نشینیم، ولی از تعلیم کتاب مقدس در عمل هیچ تأثیری نمی‌پذیریم. ایماندارانی که تا این سطح نازل سقوط کردند معمولاً بزرگترین منتقدین دیگر مسیحیان هستند، ولی قویاً از اطلاق کلام خداوند در زندگیشان مقاومت می‌کنند. تصویری که روح القدس از دل انسان ارائه می‌دهد به راستی ناامید کننده است. شخص ایماندار در مورد مشارکت خود با خدا، در مورد ذات خود و در مورد اعمال خود دروغ می‌گوید. گناه به راستی راه مرگباری برای گسترش خود دارد. در اینجا باید به عامل بسیار مهمی در تجربه ما از زندگی واقعی بپردازیم و در مورد آن بحث کنیم.
این عامل صداقت یا راستی است. ما باید با خودمان، با دیگران و با خدا صادق باشیم. یوحنا در این متن از نامه خود به توصیف ایمانداری می‌پردازد که صادقانه زندگی نمی‌کند، بلکه فقط نقش بازی می‌کند و از زندگی اصیل و راستین به دور است. در یک عبارت او دروست. چنین شخصی دچار چه ضرر و زیان‌هایی می‌شود؟ مهمتر از هر چیز اینکه کلام خدا را از دست می‌دهد، از عمل به راستی باز می‌ماند. سپس در او دیگر راستی جایی ندارد و آنگاه راستی را به دروغ مبدل می‌سازد. عیسی مسیح میگوید کلام تو راستی است، ولی کسی که به دروغ زندگی میکند کلام خدا را از دست میدهد. یکی از اولین نشانه های راه رفتن در تاریکی محروم شدن از برکت کتاب مقدس است. اگر در ظلمت باشید نمیتوانید از کلام خداوند بهره ای ببرید. شخص ناراست علاوه بر این دچار زیان های دیگری نیز میشود، از جمله اینکه مشارکت با خدا و با قوم خدا را از دست میدهد. در نتیجه دعا برایش پوچ و بیهوده می شود و عبادت در نظرش جز تکراری بی‌معنی نیست. در قالب منتقد سایر مسیحیان در می آید و از کلیسا دوری می جوید. نور را با ظلمت چه شراکت است؟ برای مثال شوهری که از ایمان برگشته و در ظلمت روحانی زندگی می کند و از مشارکت با خدا بیرون است، هرگز نمی تواند با همسر مسیحیش که در نور ساکن است مشارکتی کامل داشته باشد. شاید این زوج بتوانند رابطه سوری داشته باشند، ولی برقراری مشارکت روحانی واقعی محال است. این ناتوانی در به مشارکت گذاشتن تجربه های روحانی موجب بسیاری از مشکلات شخصی در خانواده و نیز در بین اعضای کلیساهای محلی می شود. گروهی از اعضای کلیسا مشغول بحث در مورد شبان جدید خود بودند. یکی از آنها گفت به دلایلی واقعا با او احساس راحتی نمی کنم. می دانم مرد خوبی است، ولی حس می کنم چیزی بین ما فاصله می اندازد. یکی دیگر از اعضا گفت درست است. فکر می کنم منظورت را فهمیده باشم. من هم با او همین مشکل را داشتم، ولی دیگر چنین مشکلی ندارم. حالا من و شبان رابطه خوبی با هم داریم. چه کار کرد که اوضاع رو به راه شد؟ او کار خاصی نکرد. من وضعیت را تغییر دادم. تو وضعیت را تغییر دادی؟ بله، تصمیم گرفتم مثل شبان کلیسا راجع به مسائل گشاده رو و صادق باشم. ببین، حتی یک لکه یک کوچک از ریاکاری در زندگی او نیست. در حالی که زندگی من پر از خودنمایی بود، به حدی که من و او نمی توانستیم با هم کنار بیاییم. هر دو می دانستیم که من از زندگی واقعی دور شده و دارم نقش بازی می کنم. از روزی که تصمیم گرفتم زندگی صادقانه مسیحی را شروع کنم، همه چیز بهتر شد. یکی دیگر از مشکلات ناراستی این است که یادآوری تمام دروغ‌ها و لافزنی‌هایی که بر زبان می‌آوریم خود تبدیل به یک حرفه تمام وقت می‌شود. ابراهام لینکلن می‌گفت که اگر شخصی می‌خواهد دروغ بگوید، بهتر است حافظه قوی داشته باشد. وقتی کسی تمام انرژی خود را صرف تظاهر می کند، دیگر چیزی برای خود زندگی باقی نمی گذارد و زندگی برایش پوچ و بیمزه می شود. شخص متظاهر نه تنها خود را از واقعیت تهی می کند، بلکه مانع رشد خود نیز می گردد. شخصیت واقعی او زیر شخصیت کاذبش خفه می شود. ضرر سوم در واقع نتیجه دو ضرر اول است. ایمانداری که در ناراستی زندگی می کند، شخصیت خود را از دست می دهد. این روند با دروغ گفتن شخص شروع می شود و در نهایت به دروغ گو شدن او می انجامد. دروغی یا عدم صداقت چنین فردی در ابتدا نقشی است که بازی می کند و سپس این نقش تبدیل به ماهیت واقعی زندگیش می شود و شخصیت او رو به تحلیل و فساد می رود. او دیگر نه به خاطر دروغ گفتن، بلکه به این دلیل که ماهیت دروغگو دارد دروغ می گوید. آیا تعجب برانگیز است که این هشدار را در کلام خدا میابیم؟ هر که گناه خود را بپوشاند کامیاب نخواهد شد. داوود سعی کرد گناهان خود را بپوشاند، ولی این کار به قیمت به خطر افتادن سلامتی، شادی، خانواده و تقریبا سلطنت او تمام شد. اگر میخواهیم از زندگی واقعی برخوردار شویم، هرگز نباید گناهان خود را بپوشانیم. چه باید کرد؟ میتوانیم به گناهان خود اعتراف کنیم. یوحنا دو لقب جالب توجه به عیسی مسیح داده است: شفیع و کفاره. بسیار مهم است که معنی این دو عنوان را درک کنیم، چرا که بیانگر دو مأموریتی است که انجام آن تنها از عهده خود خداوند عیسی مسیح برمی آید. از کلمه دوم یعنی کفاره شروع می کنیم. شاید نتوانید معنی واقعی این کلمه را در فرهنگ لغات پیدا کنید و ممکن است در مقابل آن توضیحات گمراه کننده ای
نوشته شده باشد. به عنوان مثال در فرهنگ لغات زبانهای اروپایی در مقابل معادل این کلمه آمده است آرام کردن فرد خشمگین. اگر این معنی کلمه کفاره را برای مسیح قائل شوید، با تصویر هولناکی روبرو می شوید از خدای خشمگین که در صدد از جهان را ویران کند و در مقابل آن نجات دهنده مهربان که خود را فدا می کند تا خدای خشمگین را آرام سازد. ولی تصویری که کتاب مقدس از نجات ارائه می دهد هیچ شباهتی به این ندارد. مطمئناً خدا نسبت به گناه خشمگین است، چرا که از هر چیز گذشته او بی نهایت قدوس است. اما کتاب مقدس به ما اطمینان می دهد که خدا جهان را اینقدر محبت نمود، نه نفرت برزید. انجیل یوحنا باب 3 آیه 16. خیر، واژه کفاره نمی تواند به معنی آرام کردن خدای خشمگین باشد، بلکه یعنی اجرای تمام و کمال شریعت مقدس خدا. خدا نور است و از این رو نمی تواند چشم خود را بر گناه ببندد و علاوه بر این خدا محبت است و می خواهد گناهکاران را نجات دهد. پس چگونه خدای قدوس می تواند هم عدالت خود را اجرا کند و هم گناهکاران را ببخشد؟ پاسخ این سوال در قربانی مسیح است. در صلیب عیسی مسیح خدا در قدوسیت خود گناه را داوری نمود و در محبت بیکران خود عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده به جهان فرستاد. خدا با مجازات گناه عدالت خود را نشان داد، ولی در این حال در بخشش رایگان از طریق کار عیسی مسیح در جلجتا محبت خود را ثابت نمود. مسیح قربانی برای گناهان تمام جهان است، ولی تنها برای ایمانداران شفیع است. ما مسیحیان شفیعی داریم نزد پدر. کلمه‌ای که شفیع ترجمه شده در اصل معنی وکیل مدافع نیز هست. کلمه‌ای که یوحنا به کار برده درست همان کلمه‌ای است که عیسی در هنگام صحبت از آمدن روح القدس به کار برد و تحت لفظی یعنی کسی که دعوت می‌شود تا در کنار شخص دیگر باشد. وقتی شخصی به دادگاه احضار می‌شود، وکیل مدافعی همراه خود به دادگاه می‌برد تا در کنار او بایستد، به جای او حرف بزند و از پرونده‌اش دفاع کند. عیسی کار خود در این جهان را به اتمام رسانید، یعنی جان خود را به عنوان قربانی گناهان بشر فدا نمود. امروز او در آسمان کاری تمام نشدنی دارد. او نماینده ما در پیشگاه تخت خداست. وی به عنوان کاهن اعظم ما همدرد ضعف‌ها و وسوسه‌های ماست و به ما فیض می‌بخشد. وقتی مرتکب گناه شویم، چون وکیل مدافع به یاری ما می‌شتابد و هرگاه به گناهان خود نزد خدا اعتراف می‌کنیم، خدا به خاطر شفاعت مسیح ما را می‌بخشد. عهد عتیق تصویر زیبایی از این حالت به ما نشان می‌دهد. یهوشع بعد از پایان اسارت قوم یهود در بابل و بازگشت آنان به سرزمین خود، کاهن اعظم یهودیان بود. یهوشع را با یوشع فاتح سرزمین موعود اشتباه نگیرید. قوم یهود مرتکب گناه شده بودند و یهوشع برای نشان دادن گناه قوم با لباسی کثیف به حضور خدا ایستاد و شیطان نیز در سمت راست یهوشع تا او را متهم کند. خدای پدر داور یا قاضی بود، یهوشع نماینده قوم و شیطان نیز مدعی العموم یا به اصطلاح امروزی دادستان. کتاب مقدس شیطان را متهم کننده برادران می نامد. این طور به نظر می آمد که شیطان مدارک محکم پسندی در دست دارد، ولی یهوشع شفیعی داشت که به دست راست خدا ایستاده بود و همین موضوع شرایط را عوض کرد. مسیح لباس فاخر و تمیزی به یهوشع داد تا بپوشد و اتهامات پر سر و صدای شیطان را ساکت نمود. وقتی مسیح را شفیع می نامیم، چنین منظره ای پیش روی ما قرار می گیرد. او ایمانداران را به حضور تخت خدا می آورد و شایستگی قربانیش امکان بخشش گناهان آنان را فراهم می سازد. چون مسیح جان خود را برای قوم خود فدا کرد، عدالت خدا را تحقق بخشید. مزد گناه موت است. چون او به جهت ما به دست راست خدا زندگی می کند، می تواند هر روز قربانی خود را شامل احتیاجات ما سازد. تنها چیزی که از ما می خواهد این است که هر وقت قصور ورزیدیم به گناهان خود اعتراف کنیم. اعتراف کردن یعنی چه؟ اعتراف به گناهان مفهومی بیشتر از پذیرش صرف آنها دارد. کلمه اعتراف عملا یعنی گفتن همان سخن در مورد چیزی.
پس اعتراف به گناه یعنی گفتن همان سخنی که خدا در مورد گناه میگوید. یک مشاور روحانی سعی میکرد مردی را که در جریان جلسه بشارتی پیش آمده بود کمک کند. مرد مراجعه کننده گفت: من مسیحی هستم ولی در زندگیم گناه وجود دارد و احتیاج به کمک شما دارم. مشاور اول یوحنا باب 1:9 را به او نشان داد و پیشنهاد کرد که گناهان خود را به خدا اعتراف کند. مرد شروع کرد: ای پدر، اگر ما کار اشتباهی انجام داده ایم؟ مشاور میان سخنانش پرید و گفت: یک لحظه صبر کن برادر، مرا قاطی گناهان خودت نکن. چرا اعتراف خود را به ما و اگر میکشانی؟ بهتر از خودت با خدای خودت صحبت کنی. و البته حق با مشاور بود. اعتراف بیان دعای زیبا یا عذرخواهی پارسایانه یا تحت تأثیر قرار دادن خدا و سایر مسیحیان نیست. اعتراف واقعی یعنی انگشت گذاشتن روی تک تک گناهان، یعنی نام بردن از گناه به همان نامی که خدا می نامد، حسادت، نفرت، شهوت، فریب یا هر گناه دیگری که باشد. اعتراف به زبان ساده یعنی صادق بودن با خود و با خدا، و اگر کسان دیگری نیز دخیل هستند، صادق بودن با آنها. اعتراف فراتر از پذیرش گناهکاری و به معنی داوری بر گناه و رویاروی تمام عیار با آن است. وقتی به گناهان خود اعتراف می‌کنیم، وعده خدا این است که ما را می‌بخشد. ولی این وعده نباید مجوزی برای نافرمانی نسبت به خدا و ارتکاب مجدد گناه شود. دانشجویی به کشیش دانشگاه گفت: از اینجا که بیرون رفتم مرتکب گناه شدم، چون که می دانستم که بر می گردم و از خدا تقاضای بخشش می کنم. کشیش با اشاره به اول یوحنا باب 1:9 پرسید: خدا بر چه اساسی می تواند تو را ببخشد؟ دانشجو در جواب گفت: خدا امین و عادل است. کشیش گفت: این دو صفت می بایست تو را از گناه دور سازد. آیا می دانی خدا به چه قیمتی گناهان تو را می بخشد؟ دانشجوی جوان سر خود را پایین انداخت و گفت: به قیمت جان عیسی مسیح که به خاطر من مرد. کشیش که متوجه شده بود او به اشتباه خود پی برده گفت: کاملا درست گفتی. آمرزش نوعی شعبده بازی ارزان قیمت نیست که خدا ترتیب دهد. خدا در وعده خود امین است و در عین حال عادل، زیرا مسیح برای گناهان تو مرد و سزای تو را پرداخت. حال دفعه بعد که خواستی گناه کنی، فراموش نکن که می‌خواهی به خدای امین و پرمحبت گناه بورزی. البته پاک کردن دو جنبه دارد: قضایی و شخصی. جنبه قضایی آن این است که خون عیسی مسیح که بر صلیب ریخت ما را از مجازات گناه می‌رهاند و به ما امکان راست ایستادن، یعنی عادل شمردگی در حضور خدا را می‌دهد. خدا قادر است ببخشد، چرا که مرگ مسیح شریعت مقدس او را تحقق بخشیده است. ولی علاوه بر این، خدا می‌خواهد شخص گناهکار را از درون نیز پاک کند. داوود دعا کرد: ای خداوند، دل طاهر در من بیافرین. وقتی اعتراف ما صادقانه باشد، خدا کار تطهیر را در قلب ما با روح القدس خود و کلامش انجام می‌دهد. اشتباه بزرگی که داوود مرتکب شد این بود که به جای اعتراف به گناهان خود سعی کرد بر آنها سرپوش بگذارد. او تقریبا یک سال تمام را با فریب و ناکامی سپری نمود. تعجبی ندارد که نوشته است هر انسانی باید در وقت اجابت دعا کند. چه وقت به گناهان خود اعتراف کنیم؟ درست بلافاصله بعد از اینکه فهمیدیم مرتکب گناه شده ایم. هر که گناه خود را بپوشاند کامیاب نخواهد شد، اما هر که آن را اعتراف کند و ترک نماید رحمت خواهد یافت. با سلوک در نور می توانیم ناپاکی موجود در زندگی خود را ببینیم و فوراً دست به اقدام زنیم. این موضوع ما را به سومین شیوه برخورد با گناه می رساند. می توانیم در جهت پوشاندن گناه خود تلاش کنیم. می توانیم به گناهان خود اعتراف کنیم یا می توانیم بر گناهان خود غالب آییم. یوحنا به روشنی تأکید نموده که مسیحیان نباید گناه کنند. این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. رمز پیروزی بر گناه در عبارت سلوک در نور نهفته است. سلوک در نور یعنی روشنبینی، صداقت و خلوص. پولس دعا می کرد که دوستانش بیغش و بیلغزش باشند. معادل کلمه بیغش در زبان لاتین از دو کلمه سین و سرا می آید که به معنی بدون موم است.
این مفهوم از آنجا ناشی می شود که ظاهراً بعضی از مجسمه سازان رومی کاستی ها و اشتباهات موجود در مجسمه های مرمرین ساخته خود را طوری با موم پر می کردن که در نظر اول قابل تشخیص نبود. ولی وقتی مجسمه در معرض گرمای خورشید قرار می گرفت، موم ها آب می شدن و نواقص مجسمه آشکار می شد. بدین جهت مجسمه سازان معتبر مشتریان خود را متقاعد می کردند که مجسمه هایشان سینسرا، یعنی بدون موم است. متاسفانه کلیساها و جلسات کتاب مقدس مورد هجوم مردمان ناخالص و ریاکار که زندگیشان در مقابل نور خدا تاب مقاومت ندارد قرار گرفتند. خدا نور است و وقتی در نور باشیم نمی توانیم چیزی را پنهان کنیم. دیدن مسیحی که روشنبین و صادق باشد و سعی نمی کند خود را پشت نقاب پنهان سازد تراوت خاصی دارد. راه رفتن در نور یعنی صادق بودن با خدا، با خودمان و نیز با دیگران. یعنی اینکه وقتی نور گناه ما را بر ما آشکار می کند بلافاصله آن را به خدا اعتراف کنیم و تقاضای بخشش نماییم و اگر گناه ما باعث رنجش و آزار شخص دیگری شده از او نیز طلب بخشش کنیم. علاوه بر این سلوک در نور معنی دیگری نیز دارد، یعنی اطاعت از کلام خدا. کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. راه رفتن در نور یعنی اختصاص دادن زمانی از روز به مطالعه کلام خدا، کشف اراده او و سپس اطاعت از آنچه به ما گفته است. اطاعت از کلام خدا نشان دهنده محبت ما به اوست. سه انگیزه برای اطاعت وجود دارد. می توانیم اطاعت کنیم زیرا مجبوریم، زیرا احتیاج داریم یا زیرا دوست داریم. برده از ارباب خود اطاعت می کند زیرا مجبور است و اگر اطاعت نکند تنبیه می شود. کارگر از کارفرمای خود اطاعت می کند زیرا احتیاج دارد. کارگر ممکن است کار خود را دوست نداشته باشد ولی گرفتن حقوق آخر ماه را دوست دارد. او نیاز دارد که مطیع باشد زیرا با مزدی که می گیرد می تواند برای خانواده‌اش خوراک و پوشاک تهیه کند. ولی مسیحی به این دلیل از پدر آسمانی خود اطاعت می کند که خودش دوست دارد مطیع او باشد، چرا که رابطه بین او و خدا مبتنی بر محبت و دوستی است. اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید. وقتی بچه بودیم به همین طریق اطاعت را آموختیم. ابتدا اطاعت کردیم چون که مجبور بودیم. اگر اطاعت نمی کردیم گوش ما را می کشیدن. ولی وقتی بزرگتر شدیم یاد گرفتیم که اطاعت یعنی برخورداری و پاداش. بنابراین شروع به اطاعت کردن نمودیم، چرا که با این کار احتیاجاتی که در زندگی داشتیم رفع می شد و زمانی که به خاطر محبت شروع به اطاعت کردیم نشانه بلوغ واقعی در ما آشکار شد. به مسیحی نابالغ باید مرتباً هشدار یا پاداش داد. مسیحی بالغ به کلام خدا گوش می سپارد و از آن اطاعت می کند، چرا که خدا را محبت می نماید و او را دوست می دارد. سلوک در نور مستلزم صداقت، اطاعت و محبت و نیز مستلزم متابعت از نمونه مسیح و رفتاری همچون رفتار اوست. البته هیچ کس تنها به صرف پیروی از نمونه مسیح مسیحی نمی شود، اما بعد از ورود به خانواده خدا بایستی عیسی مسیح را به عنوان کاملترین نمونه زندگی که باید در پیش بگیریم نگاه کنیم و این یعنی ماندن در مسیح. او نه تنها کفاره یا قربانی برای گناهان ما و شفیع دلسوز ما نزد خداست، بلکه الگوی کامل یعنی عیسی مسیح عادل زندگی هر روزه ما نیز هست. در اینجا عبارت کلیدی متن چنان که او می باشد. زیرا چنان که او هست ما نیز در این جهان هم چنین هستیم. باید در نور سلوک نماییم چنان که او در نور است. باید خوراک خود را پاک سازیم چنان که او پاک است. کسی که عدالت را به جا آورد عادل است چنان که او عادل است. سلوک در نور یعنی زندگی کردن در این جهان و بر این زمین به همان طریقی که مسیح 2000 سال پیش زیست و به همان شیوهی که او امروز در آسمان زندگی می کند. این موضوع کاربردهای عملی بسیاری در زندگی روزانه ما دارد. برای مثال وقتی ایمانداری بر ضد ایماندار دیگری مرتکب گناه می شود، شخص زیان دیده چه کار باید بکند؟ پاسخ این است که ایمانداران باید یکدیگر را ببخشند،
چنان که خدا در مسیح شما را آمرزیده است. سلوک در نور یا به عبارت دیگر پیروی از نمونه مسیح، خانواده مسیحی را دگرگون می سازد. شوهران موظفند زنان خود را محبت کنند، چنان که مسیح نیز کلیسا را محبت نمود. شوهران موظفند از زنان خود مراقبت نمایند، چنان که خداوند کلیسا را محافظت می کند. زنان نیز باید به شوهران خود احترام بگذارند و از آنها اطاعت کنند. مهم نیست که در چه حوزه یا سطحی از زندگی هستیم. مسئولیت ما این است که به آنچه مسیح انجام داد عمل کنیم. آنچنان که هست ما نیز در جهان چنین باشیم. ما باید چنان که او رفتار می کرد یا زندگی می کرد رفتار کنیم و زندگی کنیم. با امکانات صرفاً انسانی اندکی که ما داریم، پیروی از نمونه زندگی مسیح کاری غیر ممکن است. تلاش‌های ما در این خصوص به آدم لنگی می‌ماند که سعی می‌کند مانند ستاره‌های بزرگ لیگ حرفه‌ای بسکتبال بازی کند. شاید بتوان به تلاش چنین شخصی نمره‌ای اندک داد، ولی با این وجود یقیناً او به هیچ جایی نخواهد رسید. به همین دلیل است که یوحنا از فعل ماندن استفاده می‌کند. تنها راه برای رفتاری مانند رفتار مسیح این است که در او بمانیم و رمز پیروزی بر گناه نیز همین است. عیسی مسیح در تمثیل تاک و شاخه‌ها شخصاً به شاگردانش تعلیم داد که مفهوم ماندن در او چیست. درست همانطور که شاخه‌ها حیات خود را از طریق حفظ ارتباط خود با تنه و ریشه تاک می‌گیرند، ایمانداران نیز نیروی خود را از طریق حفظ مشارکت خود با مسیح به دست می‌آورند. ماندن در مسیح یعنی توکل و اتکای کامل به او برای تمام چیزهایی که به جهت زندگی و خدمت به او نیاز داریم. این ارتباطی زنده و زندگی بخش است. از آنجا که مسیح زندگی خود را از طریق ما ظاهر می سازد، توانایی می یابیم که از نمونه او پیروی کنیم و چنان که او رفتار نمود، رفتار نماییم. پولس این تجربه را به صورتی روشن و کامل اینگونه بیان کرده است. مسیح در من زندگی می کند. این به کار روح القدس در ما اشاره می کند. مسیح شفیع ما در آسمان است تا شفاعت ما گناهکاران را به حضور خدا بکند و روح القدس شفیع خدا برای ما در این دنیا و بر روی زمین است. مسیح برای ما شفاعت می کند و روح القدس نیز برای ما شفاعت می کند. ما ایمانداران بخشی از اتحاد با شکوه آسمانی هستیم. خدای پسر در آسمان و خدای روح القدس در دلهای من برای ما دعا می کنند. ما از طریق پسر با پدر و پدر نیز از طریق روح القدس با ما مشارکت دارد. مسیح به واسطه روح القدس که در بدنهای ما زندگی می کند، حیات خود را در ما متجلی می سازد. از طریق تقلید نیست که در مسیح می مانیم و مانند او رفتار می کنیم، بلکه به واسطه تجلی حیات او در ما از طریق روح القدس است. مسیح در من زندگی می کند. سلوک در نور نه انجام خواهش های جسم، بلکه سلوک در روح القدس است. خدا به این طریق امکان غلبه بر گناه را برای ما مهیا فرموده است. ما هرگز نمی توانیم طبیعت گناه‌آلودی را که با آن زاده شده ایم از دست بدهیم یا آن را عوض کنیم، اما نباید از خواهش های آن متابعت نماییم. چنانچه در نور رفتار کنیم و ماهیت واقعی گناه را ببینیم، از آن متنفر خواهیم شد و از آن روی برخواهیم تافت. و اگر گناه کنیم، بلافاصله آن را به خدا اعتراف می کنیم و از او می طلبیم که ما را از آن پاک سازد. با توکل به قدرت روح القدس که در ما ساکن است، در مسیح می مانیم و چنان که او سلوک نمود، سلوک می نماییم. ولی تمام اینها با روشنبینی و صداقت ما نسبت به خدا و انسانها شروع می شود. درست همان لحظه‌ای که شروع به نقش بازی کردن، تظاهر یا تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران می کنیم، از نور خارج می شویم و وارد تاریکی می گردیم. سر والتر اسکات، نویسنده بزرگ انگلیسی، همین داستان را اینگونه بیان کرده است. چه کلاف سردرگمی می بافیم از همان ابتدا که راه فریبکاری در پیش میگیریم. زندگی واقعی را نمیتوان بر چیزهای فریبنده بنا کرد. قبل از اینکه بتوانیم در نور رفتار کنیم، باید خود را بشناسیم، خود را بپذیریم و خود را به خدا تسلیم کنیم. فریفتن دیگران کاری احمقانه است، چرا که خدا ماهیت واقعی ما را میداند. همه اینها به ما کمک میکند تا بفهمیم که سلوک در نور
چرا زندگی را آسان‌تر و شادتر می‌سازد. وقتی در نور راه می‌روید، تنها برای خوشنودی یک شخص زندگی می‌کنید و این موضوع واقعاً کارها را ساده می‌کند. عیسی گفت: من همیشه کارهای پسندیده او را به جا می‌آورم. ما باید چنان رفتار کنیم که خدا را راضی سازیم. اگر طوری زندگی کنیم که هم خود و هم خدا را راضی کنیم، داریم دو آقا را خدمت می‌کنیم و چنین چیزی هرگز عملی نخواهد بود. اگر برای خوشنودی انسان‌ها زندگی کنیم، همیشه درگیر مشکلات هستیم، زیرا هرگز دو انسان با یکدیگر موافق نیستند و ما خود را در میان دو طرف گرفتار می‌بینیم. راه رفتن در نور یا به عبارت دیگر زندگی برای خوشنودی خدا اهداف ما را از پیچیدگی در می‌آورد، به زندگی ما یگانگی می‌بخشد و احساس آرامش و ثبات به ما می‌دهد. یوحنا این نکته را به روشنی بیان کرده که زندگی واقعی هیچ رغبتی به گناه ندارد. ایماندار واقعی به جای سرپوش گذاشتن بر گناه به آن اعتراف می کند و می کوشد با سلوک در نور کلام خدا بر گناه غلبه یابد. او تنها به این قانع نیست که می داند به آسمان می رود، بلکه می خواهد همکنون و همینجا بر زمین از زندگی آسمانی برخوردار شود. چنان که او هست، ما نیز در این جهان همچنین هستیم. ایماندار واقعی مواظب است که بین رفتار و گفتار خود توازن برقرار کند. او در پی این نیست که خودش، خدا یا دیگر مسیحیان را با انبوهی از سخنان پارسایانه تحت تأثیر قرار دهد. در کلیسای جماعت در حال خواندن سرود پایانی مراسم نماز کلیسا بودند و سرود معروف برای تو دعا می کنم را می خواندند. واعظ جلسه آهسته در گوش گرداننده جلسه گفت: برای چه کسی دعا می کنید؟ آن مرد که دست پاچه شده بود گفت: چطور مگه؟ من برای کسی دعا نمی کنم. چرا این سؤال را پرسیدی؟ واعظ جواب داد: چون شنیدم داشتی می گفتی برای تو دعا می کنم و فکر کردم شاید برای کسی دعا می کنی. مرد گفت: نه نه، فقط داشتیم سرود می خواندیم. سخنان پارسایانه، دین سخنپردازی، کلام صریح خدا را از زبان یعقوب رسول بشنویم. لکن کنندگان کلام باشید، نه فقط شنوندگان که خود را فریب می دهند. باید به آنچه می گوییم رفتار کنیم. دانستن زبان دینداری کافی نیست، بلکه باید آن را در زندگی خود عملی سازیم. اگر بگوییم، باید به آن نیز عمل کنیم. پایان فصل دوم.